هرگز نمی‌توانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی معارض. درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه برابر با 19 ماه سپتامبر با یک برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها در خدمت شما هستیم. بحث امروز با معرفی یک مغالطه آغاز خواهیم کرد، اما این مغالطه رو مرتبط خواهیم کرد با یک حکم فقهی که به نحوی در فرهنگ سیاسی ما و فرهنگ اجتماعی ما هم متاسفانه به شکلی در حال انجام هست، چه از سوی طیف روحانیت و گروه های منتسب به جمهوری اسلامی و چه افراد دیگر که به ظاهر مخالف جمهوری اسلامی هم هستند، اما از همین روش برای سرکوب مخالفان خودشون بهره میبرن و متاسفانه تبدیل شده به یک فرهنگ غلط سیاسی. ما در مسائل مغالطاتی که پیشتر عرض کردیم به نحوی است که سعی میکنه یک ادعای دروغی رو درست و یا یک دلیل فاسدی رو یک دلیل موجه نشان بده، یک گزاره نادرستی رو درست و بالعکس یک گزاره غلط و نادرستی رو درست نشان بده و بالعکس. خب مسئله بر سر این است که ما مغالطاتی داریم ذیل عناوینی مثل خلط انگیزه و انگیخته، یعنی به جای اینکه توجه کنیم شخص چه میگه سعی میکنیم به دنبال انگیزه های او باشیم. یعنی اگر کسی نقدی بر یک مدیر اداره داره، به جای اینکه به اون نقد توجه بکنیم به سراغ انگیزه میریم، یعنی میگیم که احتمالاً هدف این شخص این است که خطاهای اون مدیر سبب عزل او بشه و این کارمند جای اون مدیر رو بگیره. شما میبینید در امر سیاسی این چیزا وجود داره، یعنی اگر کسی انتقادی بر یک رئیس جمهور انجام میده یا بر یک نماینده مجلس، اونها بدون اینکه بخوان به این مسئله پاسخ بدن که آیا این گزاره، این ادعا مبتنی بر دلیل هست یا خیر، سعی میکنن بلافاصله انگیزه خوانی بکنن و بگن ببینید این آقا هدفش زدن اون یکیست برای اینکه میخواد جاش رو بگیره یا میخواد مردم از پیرامون اون شخص پراکنده بشه. اما این رو داریم، شما فقط کافیست در این فضا نقدی بر یک شخصیتی انجام بدید که از سوی گروهی حالا محترمه، چه از بابت دیانت چه از بابت سیاست، بلافاصله شما رو متهم به این میکنن که انگیزش این بوده که احتمالاً یا از جایی حمایت شده یا ترسیده یا تطمیع شده، بدون اینکه بگن خب این نقدی که شخص داره وارد میکنه آیا دلیلش دلیلی هست که موجه باشه یا. و ما از اینها زیاد داریم، کارشناسانی که میان 5 ساعت هم صحبت میکنن، همه چیز میپردازن به غیر از اون دلیلی که اون شخص در نقد اقامه میکنه. راحت ترین کار هم خب همینه، شما نقد دلیل نیازمند دانش، نیازمند آگاهی. ما بلافاصله وقتی او رو متهم میکنید به انگیزه های خاصی که در پشت پرده هست، طبیعیه به دلیلش نمیپردازید و فکر میکنید میشه اون ادعا رو صرفاً با این عنوان که انگیزه او ناسواب هست به محاق ببرید. دیگری توهین به شخص، حمله به شخص، یعنی نگاه نمیکنیم که اون شخص برای ادعای خودش چه اسنادی رو ارائه میکنه، بلافاصله شروع میکنیم به اتهام زدن، این آقا همونی بوده که فلان جا بوده، این خانم همونی هستش که قبلا با اون یکی رفیق بوده، اون یکی همونی که قبلا دزدیده. ما ادعایی که شخص داره مطرح میکنه یه مسئله دیگری است، ربطی به این نداره که پدر او کجا بوده، مادر او کجا بوده، همسر او کجا بوده. مسئله بر سر اینه که اون ادعا رو باید سنجید آیا درسته یا خیر.
دلایلی که شخص اقامه میکنه قابل دفاع هست یا نمیشه کنارش گذاشت. دیگری مغالطه اعتبار و خواستگاهه. یعنی اگر یک نفر حرفی بزنه در امور اجتماعی، آقا این کمونیسته، اون یکی مسلمونه، اون یکی فلانه، بنابراین اندیشش از دل همون تفکراتی میاد که استالین بیرون اومد، اندیشش از جایی میاد که اینشون به دنبال پایگاه حفاظت از دیانت خودشه، سیاست خودشه. ما چیزی که من میخوام معرفی بکنم و بعضا هم دوستان با اون شاید نه با عنوان اما با محتواش روبرو هستن، بحث مباهته هست. مباهته به معنای بهتان زدنه که جنبه های خاصی از این مغالطاتی که ما حالا بعدا هم معرفی خواهیم کرد به شکل خیلی جزئی تر و اینجا به شکل تیتروار عرض کردم، در همین مباهته وجود داره. اخیرا هم فضای سیاسی ایران به نحوی شد که شما میبینید افرادی مثل سید علی خامنه ای در برابر افرادی مثل مولوی عبدالحمید یا گروه های دیگر به صراحت اشاره کردند که اینها رو حذف فیزیکی نکنید، چون حذف فیزیکی یا ترور کردن یا اینها خب میتونه عواقب بدی داشته باشه، سعی کنید اونها رو بی آبرو بکنید. این بحث بی آبرو کردن ذیل همین مباهته معنا پیدا میکنه و یک ترفندی است که در سنت دینی ما وجود داره، یعنی اسلام در درون اون به رسمیت شناخته شده و کاربرد اون هم در برابر مخالفانه. حکام دینی و سیاسی هم سعی میکنن همیشه از این ترفندها استفاده بکنن، چون دیدن در گذشته این ترفند جواب داده و تونسته کارایی خودش رو نشان بده. مباحثه برگرفته از یک حدیث نبوی است که بعداً توسط امامان شیعه هم در کتب شیعه آمده و در صحت و توثیقش اختلافی نیست. این حدیث رو بخوانیم و ببینیم چه اندازه فضای سیاسی ما آلوده است و برای بازشناسی باورها اهمیت داره که ذهن خودمون رو از در دام افتادن این روش ها دور نگه داریم. یعنی اگر مخالف سلیمانی صحبت میکنه، مهم نیست او از کجاست، کمونیست، مسلمان، پادشاهی خواه، هر کسی هست، به حرفاش باید گوش کرد. اگر حرفش منطقی است باید پذیرفت، اگر منطقی نیست با دلیل نواقص ادعای او رو روشن. اینکه کسی بر علیه سلیمانی صحبت بکنه بگید بابا این مجاهده، بگذاریمشون کنار، اون یکی نمیدونم فلانه، نه، اینم همون داستان ارتکاب مغالطاته. ما زمانی مردمی صاحب اندیشه خواهیم بود که یاد بگیریم در دام این نوع روش های استبدادی قرار نگیریم، جایی که دلیل نداریم بلافاصله شخص رو با توهین، با مباهته متهم به چیزهایی نکنیم که میخوام ذهن مردم رو خراب کنیم نسبت به افراد. خب حدیث مباهته رو میخونیم، جنبه هایی داره که برای ما بسیار روشنه، ترفندی است که روحانیت همیشه به کار گرفته و امروز هم که نزدیک به بیش از 4 دهه رسانه ها رو در اختیار داره، روزنامه ها رو در اختیار داره، به راحتی از این ترفندها استفاده میکنه و شما دیدید برنامه های متعددی ساخته شد در جمهوری اسلامی که افرادی رو می آوردن به عنوان دوست، رفیق، هم خانواده، بستگان که بله فلانی که مخالف این رژیمه جا از جای پول میگیره، یه مسافرتی در فلان سال به فلان جا داشته، یکی از دوستانش بهاییه و همه اینها برای این است که اصل ادعای اون شخص رو هیچ وقت مردم دقت نه. این سنت مباهته رو ما با روایت بخوانیم و بعد وارد بحث بشیم. در کتاب اصول کافی هم این روایت آمده و در بقیه کتب هم کم و بیش ذکری از اون رفته.
امام صادق هرگاه پس از من، در واقع این سخنی است که او داره روایت میکنه از پیامبر اسلام، هرگاه پس از من شبه افکنان، منظورش کسانی هستند که در ذهن مردم سوالاتی رو ایجاد میکنن، به صراحت آورده اهل رأی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میگه این کتابی است هیچ شکی در اون نیست که راهنمای پرهیزگارانه. خب حالا یک نفر میاد قرآن رو میخونه، سوالی براش ایجاد میشه، میخواد این لا ریب فیه رو سوال بپرسه که علما، آقایون معمم، لطفا پاسخ بدید در مورد این حکمی که در قرآن آمده. این پیش‌فرض این هاست که هیچ شکی نباید در این کتاب کرد. این کتاب بدون هیچ شکی راهنمای پرهیزگار. خب حالا ما یه همچین شخصی رو دیدیم. دستور نبوی چیست؟ یه بدعت گذاران را دیدید. بدعت یعنی چیزی که در درون دین وجود نداره و شخصی سعی میکنه اون رو هم در درون دین قرار بده. بسیاری از کارهایی که نواندیشان دینی میکنن در واقع بدعته. ما چاره در اینه که برای اینکه این دین بتونه زندگی بکنه، پایدار باشه، انعطاف داشته باشه، که حالا ما اگر امروز فرصت بشه کمی هم در مورد دلایل ورشکستگی دین هم صحبت خواهیم کرد، سعی میکنن چیزهایی رو که ربطی به دین نداده، یعنی حاصل اندیشه های بشری است، در حالی که دین محصول حکم و اراده خداونده، حکمت بالغی اوست، اما خب قابل دفاع نیست. نمونهش رو دیدید در برنامه های پیشین، بحث حقوق بشر دوستانه ای که بشر آورده در برابر حقوقی که الله در قرآن برای جهادگران اسلامی به رسمیت شناخته، تجاوز به زنان، گرفتن برده و کنیز، گردن زدن اسرا، اینا قابل دفاع نیست. یک نفر اینها رو مطالعه بکنه میفهمه. تاماس پین یه حرف جالبی میزد، میگه اینها احتمالا کار شیطانه، اینا رو خدا نمیتونه بنویسه. در کتاب خودش در نقد مسیحیت، داستان اسلام که خیلی فاجعه بارتره. خب یک نوع اندیشه دینی باید اینها رو تطبیق بده، انسانی ترش بکنه. بنابراین بدعت میاره، یعنی میگه نه این بخشش رو ما میتونیم حذف کنیم. میگیم از کجا میگید این حق حذف کردن برای شماست؟ میگه عقل، در حالی که عقل در درون اسلام ذیل شر معنا میشه. مستقلات عقلیه نمیتونه وجود داشته باشه که حکم خدا رو از بین ببره. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به چیزی که خدا حکم کرده فرمان نمیده، اون رو اجرا نمیکنه، کافره. در سه آیه 44, 46 و 47 مائده اونا رو کافر، ظالم، فاسق دونسته. ما نواندیش سعی میکنه بیاد و این دین رو با یک بدعتی برای امروزیان قابل دفاع بکنه. خب پیامبر اسلام میگه اگر دیدید کسانی شک ایجاد میکنن یا بدعت آوردن، آشکارا از آنها بیزاری بجویید. به کلمه فضح رو میاره، یعنی ظاهر بکنی، فقط نه تو خونه هاتون بشینی بگید مثلا سلیمانی اینجوری کرده، اون یکی اینجوری کرده، نه، باید بیاید در ملأ عام بیزاری خودتون رو در ملأ عام انجام بدید. اینکه رسانه ایش میکنن برای همینه، چون باید به گوش مردم برسه. اگر از احمد کسروی ناراحتید، نرید فقط تو حجراتون بشینید پشت سر او حرف بزنید، بلکه باید بیاید تو منبر، در مجالس شروع کنید به این شکاکان و بدعت گذاران و افراد دیگه بیزاری جستن. و ادامه میده، و به آنان بسیار دشنام گویید، یعنی فحاشی بکنید. اکثرهم سب به، اکثر یعنی با کثرت زیاد،
صبر کنم که به معنای دشنام. فقط بیزاری جستن هم نیست، فحاشی بکنید، دشنام بدید به اون و دربارهشان بد بگویید و به آنها بهتان بزنید. باهتوه بهتان بزنید. حالا یک عده از این روحانیون باهتوهم رو به معنای مبهوت کردن گرفتن، میگه یعنی شما برید با دلیل و منطق اینها رو مبهوت بکنید که آقا ببینید شما در خطایی دا اسلام درست میگه. این بلن این که اینجا باهتوهم به معنای دلیل و استدلال به کار نرفته، چون قبلش باید اشاره بکنه که با عقلانیت با استدلال اونها رو مبهوت بکنید. اما باهی تو هم رو در ادامه سبهون آورده، یعنی دشنام دادن. شما اگر باهی تو هم رو هم مباهته بگیرید به معنای بختان زدن و روحانیت میخواد بگه خب ما میخوام اون رو در معنای مبهوت کردن با دلیل بگیریم، خب با سبهم چیکار میکنید؟ اون سبهمی که قبلش آمده اکثر رومن سبهم رو چیکار میکنید؟ یعنی دشنام دادن با کسرت رو به اونش دیگه نمیپردازن، چون دیگه سبهم رو نمیشه یک کاریش کرد. باهتو هم رو هم در همون معنا میشه فهمید، یعنی برید دشنام بدید، بد بگید، بختان بزنید، اینا همه در یه راستا هستن. کسی نمیاد بگه برید دشنام بدید، کتک بزنید، بد بگید و بعد با منطق با اونا صحبت کنید. منطقی صحبت کردن در این کانتکست نمی گنجه، اون حال و هوا مطابقت نمی کنه. یا فرضاً باهی تو هم رو شما درست کردید، اما اون سبهم که سر جاش هست تو این روایت. خب رفت چیز از این کارها، دشنام دادن، بد گفتن، بهتان زدن، تا به تباه کردن اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر باشند، از بدعتهای آنان نیاموزند. یعنی ما وقتی به کسروی دشنام بدیم، حالا چیزای نادرست، تهمتها، هرچی هم هست به او ببندیم دیگه، حرامزاده هست و زنازاده هست و زناکار هست و فاسق هست و اهل مشروبخاری هست و اهل رباخاری هست و دیدید از این تعابیر خیلی به کار میبرن. طرف یک روشن فکر مثلا در یه حوزه سخنی میگه در مورد مسائل اخلاقی، فیلسوف اخلاق مثلا، به جای اینکه دلایل او رو زیر سوال ببرن میگن میدونی او مشروب میخوره، میدونی او رو در یه قمارخانه ای دیدیم، میدونید برادر او کیه؟ چه ربطی به این بحث داره؟ او یه گزاره علمی رو داره مطرح میکنه، یه گزاره اجتماعی رو داره مطرح میکنه. اگه دلایلی که براش به کار میبره غلطه، او رو نه. پس دزد بودن به این معنا نیستش که اگر یک شخصی اندیشه فلسفی داره بگید نه خیر این آقا آدم نافرمیست. ما فیلسوفانی داشتیم در زندگی شخصی خودشون هزاران مشکل داشت، اما اندیشه‌هاشون بسیار فاخر بوده. یکی از شاخص‌ترین اونها ژان ژاک روسوس. حتی بعضا دیدیم به آقای برتران راسل هم همین نسبت‌ها رو میدن، ایشون مثلا با فلانی اینجوری بوده، با اون یکی اونجوری بوده. چرا؟ چون توانایی مقابله با اندیشه‌هاشو نداریم، مجبوریم چنگ بزنیم به هر چیزی. الغریقو یتشبسو به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه. وقتی در برابر ادله یک اندیشمند حرفی نداریم، مجبوریم خرابش بکنیم. قیافش رو دیدی؟ دیدی با اون یکی عکسی گرفته؟ دیدی مثلا با فلانی سلام علیک نکرد؟ شما در این فضاها نگاه بکنیم، به خصوص در فضای سیاسی خودمون نگاه بکنیم، هنر بهتان زدن رو ببینید. و من متاسف میشم واقعا، رسانه هایی رو میبینی
یه آدم محترمی هم به عنوان برنامه ساز نشست، کسی رو میاره 3 ساعت داره به دیگران بهتان میزن، هیچ وقت سوال نمیکنه که آقای فلانی، خانم فلانی، شما که اینقدر راحت به دیگران صحبت کنی، یک اسنادی، یه مدارکی، چیزی داری ارائه کنی؟ تو نیاز نمیبینن، مخاطب خودشون رو احمق و ابله فرض میکنه. میگه یک سنتی هست، هرچی هم من بگم خب مردم عادت کردن به این سنت، حداقل از زمانی که رادیو و تلویزیون و اینها آمده، مگه ما کم داشتیم؟ امروز هم شما به تلویزیون های جمهوری اسلامی نگاه بکنید، هر روز برای یک نفر یه توطئه‌ای، یه مباهته‌ای، یه دشنامی، هر کاری میکنه که طرف رو حذف کنن، مردم به طرفش نرن. اتفاقا باید شک کرد به این افراد. مردمی که دارای بلوغ فکری هستن، وقتی کسی داره بر علیه یک نفر، حالا نه گزاره های او، نه ادعاهای او، بلکه در مورد شخصیتش داره صحبت، اون یکی اینجوری اونجوری، بگه خب همه اینا به کنار، برای اونها که سندی ارائه نکردید، اما حرف این شخص رو نقد کن. اینا سنت نبوی است. عمرو بن هشام مخزومی معروف بود به ابوالحکم، یعنی صاحب حکمت، پدر حکمت، البته نه به معنای حکمتی که ما میشناسیم، نه، از اینکه آدمی بود اهل دانش. یعنی قرآن میآمد از پیامبر سوال میپرسید، نمونه هاش در شأن نزول خیلی از این آیات مکی وجود داره. پیامبر اسلام که نمیتوانست به او پاسخی درخور بده، ادعای او رو رد بکنه با دلایل منطقی، به او گفت ابو جهل، یعنی جهالت رو به او بست. یه انسان محترمی در مدینه بود، بهش میگفتن ابو عامر راهب، در برابر پیامبر اسلام ایستاده بود، سوالی میپرسید، نبوت او رو مورد تشکیک قرار میداد. پیامبر اسلام به او گفت ابو عامر فاسق، یعنی به جای راهب او رو تبدیل کرد به فاسق. خب این هنر بهتان زدن از اون زمان وجود داشت، دشنام دادن در اون زمان وجود داشت. شما صحیح بخاری رو که مهمترین کتاب اهل سنت، نزدیک 1 میلیارد و اندی اهل سنت این کتاب رو بعد از قرآن موثق ترین کتاب ها میدونن، خب بخوانید. حسان ابن ثابت شاعر پیامبر اسلام بود، گفت یا رسول الله، میخواید من به قریش دشنام بدم، سبشون بکنم؟ پیامبر گفت بله، جبرئیل هم با تو، جبرئیل مک، جبرئیل هم با تو، دشنام بده. روایتشون هست. در واقع فرهنگ سیاسی تشکیل میشه از همین احکام، دستورالعمل ها، اسطوره ها. وقتی کارایی داشته باشه به زندگی و زیست خودش هم ادامه میده، و در جوامعی که مردمشون احساسی هن، هنوز تعلقات قدسی دارن، این حربه ها راحت تر به کار میفته. یعنی اگه پشت سر سلیمانی حرف بزنیم خیلی راحت تره. میدونید چرا؟ چون او بر علیه سنت های دینی و درباری حرف میزنه، بنابراین خیلی حرفای پشت سر سلیمانی خیلی راحت تر ما قبولش میکنیم. مخاطبین ما از چه طیفی هستن؟ اونها رو هدف میگیریم، به جای اینکه سعی کنیم با دلیل کارمون رو جلو ببریم، با مباحثه و دشنام و اینها، با پرونده سازی ها جلو ببریم. خب ادامه میده این روایت. پس فهمیدیم هدف از سب و مباحثه و عیبگویی این است که مردم در تشکیک در اسلام طمع نکنن، افراد هم از پیرامون این منتقدان، روشنفکران، روشنگران جدا بشند و برن. اما به همین جا هم ختم نمیشه. خداوند برای این کار شما ثواب می نویسد، یعنی نمیگه این کار غیر اخلاقی است که برید به مردم دشنام بدید، مباحثه بهتان بزنید به اونها. تازه خدا ثواب هم برای شما در نظر میگیره.
یکتب الله لکم بذلک الحسنات، خداوند برای شما حسنه می نویسه و در آخرت درجات شما را بالا می برد. حالا امروز خدایان ما حاکمان سیاسی هم دیگه، روزنامه کیهان دشنام می نویسه بر علیه منتقدان، سید علی خامنه ای مقام به اونا میده، ترفیع میگیره. از این طرف هم ما داریم یه عده اینجوری تقرب پیدا میکنند به اهل استبداد، میگه دیدی دارم به تو خدمت میکنم، سلیمانی امیری داره نقدت میکنه، منم میرم یه چهار تا دروغ میبندم بهش، به جای که تو بیای جوابش رو بدی با منطق، من میرم با فحاشی و مباهته و اینها کارا انجام میدم. اونهایی هم که ذهنیتشون ساده است، ابتداییه، بگن به به ببینید ما یه کارشناسی داریم، نشون داد که سلیمانی مال خودشونه، پروژه گرفته، از اون برا پول میگیره، داره این آقا رو ضربه میزنه. حالا سلیمانی امیری کارش اینه که با اسناد با مدارک سعی کنه یک گزاره‌ای رو مطرح. ما طرف مقابل که قدرت پاسخ نداره سعی میکنه شروع بکنه به مباهات. بنابراین سعی کنیم تفکر خودمون رو از دسترسی و فریبکاری این افراد دور نگه داریم. خب این فرهنگ امروز هم وجود داره و متاسفانه دامنگیر ما هم هست، اما دلیلش چیست؟ ببینید ما همیشه با این پدیده روبرویم در افکاری که نوعی حقانیت برای خودشون قائلن، نوعی استبداد برای خودشون قائلن، یعنی میگن فقط من باید نظر بدم، فقط من محق به این وضعیت هستم، فقط من حق دارم بر مردم حکومت کنم. کسانی که این حق مسلم یک شخص رو یا یک گروه رو زیر سوال ببرن و اونها رو مورد پرسش قرار بدن، اون بحث خود حق پنداریشون زیر سوال میره. چه بکنیم؟ ما که نمیتونیم از نظام سیاسیمون دفاع بکنیم. شما الان برید بگید آقا چرا ولی فقیه باید باشه؟ چرا جامعه ما یک فقیه باید برای حکومت بکنه؟ به چه دلیل فقها این حق رو دارن؟ این سوال مهمی است. مگر در کشورهای دیگر حکومت حق فقیه، حق انحصاری فقیه؟ بیاید به ما توضیح بدید. خب پاسخی ندارن، با چه دلیلی میتونن موجه بکنن که ما حق حکمرانی دادیم؟ این حق رو چه کسی به شما داده؟ اگه بگید نه این حقی است که باعث میشه جامعه خوب اداره بشه، خب ما وضعیت جامعه رو داریم میبینیم، به بدترین ادبار گرفتاری با حکومت شما فقها. خب بلافاصله شروع بکنید به بهتان زدن. از اون طرف هم برگردید بگید آقا چه کسی گفته حق توست به شکل موروثی پادشاهی رو منتقل کنی به پسر خودت؟ مثلا پسر تو تخصصش چیست؟ کجا میاد؟ به کجا میره؟ دانشش چند اندازه است؟ توماس پین یک تعبیری داشت، میگه اگه به کسی بگید قاضی یا سرلشکر، شما متوجه میشید که طرف یه تخصصی داره، در یه حوزه‌ای داره دانشه، حالا امور نظامیه، امر حقوقی و قضاییه. یا امروز شما وقتی به یکی میگی مهندس، خب میدونید طرف داره دانش خاصی است. اگه به یک نفر بگید پزشک، میفهمید او داره یه تخصص خاصیش، دکتر بخشی از بدن انسان، یعنی یک انسانیست بالغ عاقل دارای دانش و تخصص. توماس پین میگفت وقتی به یک نفر میگید کنت، نمیدونید این آدم کوچک بزرگ دانش داره نداره. و دقیقا همینه، یعنی شما وقتی به یک نفر میگید شاهزاده، مشخص نیست اصلا ایشون بچه کوچیکه یه انسان بزرگه، تخصصش چیه، در چه زمینه ای داره تخصصه. ما کم نداشتیم شاهزادگانی که مجنون بودن، سفیه بودن، خونریز بودن، هیچ تخصصی هم نداشتن. ما خود حق پنداری یعنی که کسی نمیتونه وارد اون حیطه های من بشه. خب وقتی میخواد کسی وارد این حیطه ها بشه با سه وضعیت روبرو،
ولی این وضعیت فرض جهالته. یعنی شخص رو متهم میکنن به اینکه تو در این زمین ها دانش نداری، وارد نشو. دیدید وقتی از روحانیون سوال میپرسید که چرا، میگه تو عربی بلد نیستی، تو نیا، تو تحصیلات حوزوی نداری، تو نیا، نباید نظر بدی، تو یکی داره دانش نیستی. خب اگه تو دانش داری تو توضیح بده، طرف دلیلشو خواست. دلایلی که شما اقامه میکنید دانش عربی نیاز نداره که، دلیل به هر زبانی میشه اقامه بشه، اگر قانع کننده باشه شخص میپذیره، اگر قانع کننده نباشه باید بذاری کنار. از اولین مسئله فرض جهالت. فرض دومی که پیش میگیرن در این مواقع فرض حماقت. در فرض جهالت مبنا بر این بود که شخص دانش نداره، در فرض حماقت مبنا بر اینه که شخص دانش داره اما نمیدونه این دانشش رو تطبیق بده با وضعیت فعلی. یعنی فرضاً دیگه شما یکی رو دارید که داره دانشه، یعنی علوم دینی رو هم بلد، میگی بله آقای الف اینا رو بلد هست، اما اینجا موردش فرق میکنه، شأن نزولش فرق میکنه، شأن ورودش فرق میکنه. یعنی فرض رو بر این میذاره که بله طرف دارای دانش هست اما بلد نیست. شما دیدید بعضن در اختلاف بین برخی از این فقها یا گروه های مختلف فرض حماقت رو مطرح میکنن. مثلا یک پژوهشگری است، نوع نگاهش با اون قرائت رسمی حکومت فرق داره. مثلا در داستان کربلا اونا نمیگن اون شخص بی سواده، چون اینو دیگه نمیتونن منکر بشن، اما فرض حماقت رو پیش میکشن، میگن بله او با سواد هست اما بلد نیست شأنش رو در کجا تطبیق بده. خواص بی بصیرت در واقع همین فرض بر حماقتی بوده که سید علی خامنه ای میگه اینا خواصن، داره دانش هستن اما بصیرتی که باید در کجا این عمل رو انجام بدن ندارن و در نتیجه کار رو خراب میکنن. و دیگری فرض بر سوء نیته. در فرض بر سوء نیت اینه که طرف بله خیلی دانش داره اما عامل یه گروه خاصی است، اما پروژه بگیر یه حکومتی است. چون دیگه نمیشه دانش او رو زیر سوال برد، مجبوریم بگیم او دانش خودش رو در اختیار استبدادی قرار داده، پروژه‌ای قرار داده، گروهی قرار داده، داره به اونو خدمت. اما ریشه اون برمیگرده به این که ما چون در جایگاهی هستیم که حاضر نیستیم عقاید خودمون رو به سنجش دیگران بگذاریم، به محک دیگران بذاریم، از این عناوین استفاده میکنیم برای طرد کردن و پاسخ ندادن. اما اساساً یک نکته بسیار مهمی وجود داره. ما امروزه بسیاری از پدیده هایی رو که دوربر خودمون میبینیم در حوزه اجتماعی، اینها قائم به انسانه. یعنی اگر انسان نبود اینها نبودن. مثلا حکومت، دولت، اینها پدیده های قائم به انسانه. شما در میان اشیا، حیوانات، درختان چیزی به نام حکومت نمیبینید. هیچ نظامی وجود نداره. قانون، زبان، همه اینها پدیدهای انسانی هست. اگه انسان نبود زبان وجود نداشت به این معنایی که ما داریم صحبت میکنیم. علم، دانش، دین، دین هم یک پدیده انسانی است. با انسان ها به وجود آمدن، برای همینه که انسان ها چون متنوعن، متکثرن، ادیان هم به همین نه، قوانین هم به همین نه، اعیاد، جشن ها، مراسم، دولت ها، نوع دولت ها، نوع حکومت ها، همه بستگی به انسان هایی داره که در یه محیط های جغرافیایی خاصی بنابر سوابقی زندگی کردن و روز به روز در حال پیشرفتن. بسیاری معتقدن که این پدیده ها یک نوع نظم خودانگیخته دارن، نظم خودجوش دارن. یعنی این گونه نیست که من ایمان سلیمانی چند هزار سال قبل تصمیم بگیرم زبان فارسی رو ایجاد بکنم و شروع کردم به نوشتن و این رو در اختیار شما قرار دادم.
یا من ایمان سلیمانی هزار سال قبل شروع کننده قانون نگاری بوده باشم. نه، شکل اولیه و خام زبان که نحوی ارتباط میان انسان ها هست در میان موجودات اولیه، انسان های اولیه همینجوری وجود داشته تا تکامل پیدا کرده. بعد ها ما براش قواعد زبانی نوشتیم، قواعد دستوری، صرف و نحو و خیلی چیزهای دیگر گذاشتیم. ما انسان هایی که قبل از این کتابت صرف و نحو و گرامر و قواعد دستوری با هم صحبت میکردن، نیات خودشون رو به هم دیگه انتقال میدادن، مراد خودشون رو به هم دیگه میرساندن که آقا اراده من چیه، چی میخوام، احساسات، عواطف، اینا رو منتقل میکردن. و اینها یک شبه و با یک شخص به وجود نیامده، بلکه به مرور زمان گسترش پیدا کرد. حکومت ها هم همینه، ادیان هم همینه. هرچه به عقب تر برید ادیان ابتدایی تری رو میبینید، ادیان ساده تری رو میبینید. به شناخت بسیاری از این ادیان حتما در آینده ما به شکل مفصل به ریشه های باورهای دینی خواهیم پرداخت که خیلی از این باورهایی که ما داریم حاصل تفکر انسانهای اولیه بوده، حالا در قالب سحر، جادو، دعا، نیایش، و بعد تبدیل شده به یک نوع تقدس خاصی با یک منشأ غیر انسانی که خدایی بر فراز هفت آسمان نشسته تصمیم گرفته روزی شخصی رو به نبوت برگزینه در یه منطقه خیلی کوچک در حجاز. بنابراین به جبرئیل هم گفته که خب بفرمایید این نامه ایست خدمت شما، تشریف ببرید پایین، این رو به پسر عبدالله که در قید حیات هم نیست ابلاغ بفرمایید. ایشون یتیم هم هست اونجا نزد جد خود عبدالمطلب و مادر خودش آمنه زندگی میکنه. ایشان آمد پایین، پیامبرش رو 40 سال بزرگ شد، رشید شد و نامه به ایشان ابلاغ شد. خب این داستان ها وقتی به ریشه هاش نگاه بکنیم میبینیم تا چه اندازه مبتنی بر نوع باورهای اولیه انسان ها بوده. در علائمی که برای پیامبر اسلام میشناسه که بحث مهر نبوت، مثلا در پشت پیامبر اسلام یک خال گوشتی بزرگی بوده است و اینها، حالا داستان اینها، ولی وقتی ریشه هاش رو نگاه بکنیم میبینیم که در میان شمنها و کاهنان اگه کودکی به دنیا می آمد که علائم خاصی بر روی گونه هاش بود، بر روی صورتش بود یا بر روی بدنش، احساس می کردن که او دارای ویژگی های خاصی است و او رو آماده می کردن برای برخی از اون نقش هایی که در جامعه می تونست به عهده بگیره. یا اگر فرزندی مربوط به یه خانواده خاصی بود سعی می کردن او رو بر جایگاه پدر بنشانن. یعنی اگر پدر پهلوانه، پسر هم همون خصائص رو داره. ما در میان اعراب بخشی از این سنت‌های ازدواجی رو داریم که مردی همسر خودش رو در اختیار یک پهلوان، شاعر یا یک شخص برجسته در امور نظامی قرار میداد، از او صاحب فرزند میشد و این فرزند برای اون مرد واقعی اون زن بود، نه اون کسی که با اون زن همخوابگی کرد. یعنی اونها احساس میکردن که پهلوانی از طریق توارث میرسه، علم و دانش از طریق توارث منتقل میشه. و شما در میان شیعیان هم همین باور نسبت به امامان وجود داره، یعنی علم و دانشی که اکتسابی نیست بلکه از پدر به پسر از طریق اسپرم و اینها منتقل میشه. و اینها همه ریشه های بدوی داره، ریشه های ابتدایی داره و بعد متجلی میشه در زندگی امروز ما. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ حاصل همین نقد ها بر برخی از اموره که اگر پدر شما دارای ویژگی است الزاما به این معنی نیست که شما همون ویژگی ها رو دادید. من ایمان سلیمانی که پدر بنده راننده کامیون بوده، آیا من میتونم مثل او راننده باشم؟ به هیچ وجه. ممکنه نتونم یه موتورسیکلت رو هم، چون اون فن
فن یعنی کاری که شما باید انجام بدید. پسر یک شناگر قهرمان المپیک شناگر نمیشه مگر اینکه بره اون فن رو یاد بگیره. حکمرانی فنه. بابام شاه بوده دلیل بر این نیست که منم شاه میتونم خوب بشم. نه، حکمرانی فنه، نیاز به دانش داره و این دانش رو در دربار یاد نمیدن، در دانشگاه ها یاد میدن. اگر این دانش در دربار بود خب شاهزادگان همه باید آدمای خوبی میشد، ولی ما میبینیم اتفاقا دربار محیطی است که بسیاری رو فاسد میکنه، چون از مردم جدا هن، ناز پرورده هن، دنبال مشکلات نبودن، درد مردم رو نمیفهمیدن. شما در سلسله ها نگاه بکنید، بعضا پادشاهان بسیار خوب داشتیم اما فرزندان بسیار بیلیاقتی داشتن. سراسر تاریخ ما نشان میده پادشاهان قدرتمند و فرزندان نالایق. حق حکمرانی حقی نیست که از پدر به پسر برسه، به فن مربوط. من یه حقوقدانم، آیا فرزند من حقوقدانه؟ مگر اینکه بره اون دانش رو یاد بگیر. علم اکتسابی است، از پدر در یک شبی از طریق زناشویی به فرزند منتقل نمیشه. کاش ما اینها رو بفهمیم. در جهان تشیع همین، امامت خدا تعیین کرده، از علی به فاطمه میرسه، از فاطمه بر فرزندان خودش حسن و حسین، بعد به فرزندان حسین، همینجوری منتقل میشه. نهادها و سنت‌های گذشتگان ما اگر امروزه سه ویژگی رو نداشته باشن از بین خواهند رفت. تاریخ بشری رو نشان داد ما سننی داشتیم، نهادهایی رو داشتیم که نتوانستند خود رو با این سه مؤلفه تطبیق بدن. اولین مؤلفه موجه کردن، یعنی ما باید با دلیل، با منطق، با شواهد نشان بدیم چرا این نهاد رو نیاز داریم. یعنی چرا ما نیازمند نهادی به نام دولتیم، نهادی به نام خانواده هستیم، نهادی به نام آموزش و پرورش هستیم، چرا بهش نیاز داریم. اینا رو باید با دلیل نشان بدیم. دومین مسئله کارا بودنه، یعنی نهادها باید کاراییشون هم نشون بدن، فقط ذهنی نباشه. ممکنه من 100 دلیل بیارم برای اینکه ولایت فقیه موجه، اما کاراییشو وقتی میبینم نشان بده که نه، کارا نیست. من اومدم حکومت تشکیل دادم برای اینکه کارایی داشته باشه، فقط بحث ذهنی که مطرح نیست. شما دوتا فیلسوف دارید در مورد انقلاب هاست میشه صحبت میکنه، دو تا نظریه پرداز در حوزه علوم سیاسی در حوزه مسائل مختلف سیاست با هم بحث میکنن، بحث نظری است. اما به یکی وکالت میدید که شما برو برای من انقلاب کن، گذار از جمهوری اسلامی، طرف هم میره دنبال زندگیش. خب این نشون میده اون شخص برای این کار کارا نیست. ممکنه نظریه پرداز بسیار خوبی باشه، سلیمانی امیر ممکنه صاحب فکر باشه اما صاحب عمل نباشه، فکرش خوب باشه اما قابلیت اجرایی نداشته باشه. پس دومین عاملی که سبب میشه بسیاری از این نهادها و سنتها ماندگار بشن کارا بودنش. اگر کارایی نداشته باشن کنار میرن. سومین ویژگی منعطف بودنشون، یعنی نهاد خانوادهی که ما امروز میبینیم نهادی نیست که تمام و کمال از گذشته به ما رسیده باشه. شما کمی به عقب برگردید، به 60 سال قبل، به 70 سال، نهاد خانوادهی رو میبینید که در اون همه گرد پدر یا پدر بزرگ جمع. این پدره که بخشایی از خانه خودش رو تقسیم میکنه میده به فرزندان، یا بر روی یک زمین مشترک فرزندان کار میکنن، برای پسران خودش زن میگیره، برای دختران خودش شوهر پیدا میکنه یا به شوهری میده و همه دور هم زندگی میکنن. در گذشته
یک سریالی بود به نام پدر سالار، خیلی از عزیزان اون سریال رو دیدن. آقای محمد علی کشاورز نقش اون پدر سالار رو بازی میکرد، یک مردی سنتی که نهاد خانواده رو در این میدید که فرزندان همه در کنار پدر باشن، پدر وظیفه داره برای اونا تاکسی بخره، اونا برن سر کار. یه خانومی هم که خانوم نادره خیرآبادی نقشش رو بازی میکرد، به عنوان کسی که خب در خدمت حاج آقا هست و بچه ها رو رتق و فتق میکنه، گاهی هم پیام فرزندان خودش رو انتقال میده به پدر، تا اینکه در درون اون خانواده ناگهان یک عروسی که البته غریبه هم نبود، برادرزادی او بود، پیدا میشه و اون سیستم سنتی رو مورد پرسش قرار میده. یعنی میگه چرا من باید تو این خانواده زندگی کنم در کنار پدر و مادر شوهر خودم، من میخوام یک خانه مستقل داشته باشم، میخوام برم زندگی خودم رو تشکیل بدم، علایق خودم رو پیگیری کنم. طرح این ادعا سبب مشکلات عدیده در درون اون خانواده شد. اون چه از این سریال بیرون میاد و ما میتونیم در جنبه‌های دیگرش هم ببینیم همینه. یعنی نهادهایی که آرام آرام خودشون رو باید با شرایط جدید تطبیق بدن، با ارزش‌های جدید تطبیق بدن، اگر نتونن محو میشن. امروز نهادهای خانواده رو ببینید در ایران، این بحث ازدواج سفید امروز خیلی مطرحه، چون مشکلات نهاد خانواده از بعد اسلامیش رو مردم دارن میبینن. زنی که به عقد مردی در میاد حق طلاق نداره، زندگیش تو مضیقه است، حالا میخواد خودش رو جدا بکنه نمیتونه، تعهدات مختلف داره. از اون طرف برای آقایون هم همینه، بحث مهریه و هزاران چیز دیگری که سبب نزاع شده. هر کدوم از اینها میتونه سوء استفاده کنه، هم خانوم میتونه از مهریه سوء استفاده کنه، هم آقا از حق طلاق خودش سوء استفاده کنه. و این نوع ساختار خانواده در درون اسلام برای ارزش‌های امروز و برای محیط امروز ساخته نشده. این ساختاری که در نهاد خانواده اسلامی وجود داره مربوط به دوران گذشته است، دوران سنتیه، تا 30 سال 40 سال قبل هم جواب میداد، اما امروز دیگه جواب نمیده. امروز یک مردی اگر با خانومی میخواد زندگی کنه، ترجیحش اینه که یک مدتی با هم به سر ببرن، ببینن که آیا با هم تفاهم دارن، توافق دارن، آیا اصلا میخوان صاحب فرزند بشن یا نه. وقتی اوضاع روی روال بود، حالا با هم ازدواج. یعنی ساختار و نهاد خانواده اگر منعطف نباشه، خودش رو با نقش‌ها و ارزش‌های روز تطبیق نده، طرد میشه. در امر سیاسی هم داستان هم، یعنی جایی که شما اگر نتوانید مقتضیات امر سیاسی، اون نظم سیاسیتون رو مبتنی بر ارزش‌های کنونی بکنید، حذف میشید، کنار میرید. امروزه دیگه سیستم خلفایی قابل دفاع نیست، کارا نیست، کنار گذاشته شده. سیستم های حکومت دینی محدود شده، کنار گذاشته شده. در اروپا دیدن زمانی که کلیسا قدرت داشت چه فجایعی به بار آمد، او رو محدودش کردن، کنارش گذاشتن، گفتن نه، ما به دنبال سکولاریسم هستیم. یعنی جدا شدن نهاد سیاست و امر عرفی از نهاد دیانت و امر الهیاتی، اینا باید جدا باشه، از حتی آموزش باید جدا باشه، چون کارایی نداره، موجه نیست. سالها فیلسوفان و آباء کلیسا، یعنی متکلمان در واقع، سعی میکردن حکومت کلیسایی رو موجه نشان بدن. حوزه علمیه سالها سعی کرده حکومت دینی رو موجه نشان بده، ما امروز مشخص شد دیگه کارایی نداره. در جهان غرب هم همین، سیستم های سیاسی که کارا نبودن کنار گذاشته شدن، نهادهای جدید آمد، سیستم های جدید آمد. در واقع اینجا بحث ورشکستگی مطرحه که خب امیدوارم در برنامه بعد در این مورد صحبت بکنیم. ورشکسته به این معناست که کسی مداخلش کمتر از مخارجشه،
یعنی من 100 تومن در میارم اما 1000 تومن باید هزینه بکنم. ما به این شخص میگیم ورشکسته. در حوزه فکر هم ایدئولوژی ها و باورها و عقاید ورشکسته داریم. دین یک عقیدهی ورشکسته است. یعنی کسانی که دیندار میشوند کمتر از کسانی است که از دین خارج میشن. یعنی مؤمنان کمتر میشن روز به روز تا کسانی که از دین خارج میشن. یعنی دین در حال ورشکستگی است و ما عللش هم عرض کردیم در برنامه های گذشته، علل دین گریزی مردم رو. نهادهای سیاسی هم همین گونه. نهاد پادشاهی در حال ورشکستگی است. بسیاری از کشورهایی که روزگاری پادشاهان مطلقه داشتن امروز جمهوری هستند. حتی کشورهایی هم که پادشاهی هستن روز به روز بر میزان محبوبیت پادشاهی داره کم میشه. همین اخیراً به واسطه فوت ملکه انگلستان آماری منتشر شد که یورو نیوز اون رو منتشر کرد. افرادی که خواستار بودن نظام پادشاهی هستن حتی در بین طیف جوانان، یعنی کسانی که بین 18 تا 24 سال دارن، در سال 2012 76% بوده و امروز رسیده به 36%. یعنی از 70 و اندی رسیده به 30 و اندی. چون دیگه این سیستم مردم رو جذب نمی کنه. البته تا زمانی که بخواد اینها به کنار بره زمان بره، چون اینا هم یک شبه به وجود نیامدن، عرض کردیم در طول صده ها اینها ایجاد شده. اما آرام آرام این باورها در حال ورشکستگی هست و ما هم باید به دنبال بنگاه هایی، در واقع بانک هایی، اعتقاداتی باشیم که سودآورن، نه در حال ورشکستگی. دوباره سرمایه گذاری کردن که ولی فقیر رو بندازیم خلیفه بیاریم جاش خطاست. ولی فقیر رو بندازیم یه استبداد دیگه جاش بیاریم تحت عنوان حالا پادشاهی گرفته یا هر عنوان دیگری خطاست. کار بزرگان یا پدران بنیانگذار امریکا و فرانسه این بوده. اونها هم سعی کردن طرحی رو ایجاد بکنن که دوباره مجبور نشن انقلاب، در حالی که بسیاری از پدران امریکا کسانی بودن که سابقه پادشاهی رو داشتن در انگلستان یا فرانسه. ما در ذهنشون این بود که برای آیندگانمون یک میراث سیاسی به جا بذاریم که دوباره از چاله به چاه نیفتن یا بالعکس. این بحثی است که در آینده بیشتر پی خواهیم گرفت. امیدوارم این مباحث بتونه به ما کمک بکنه بدون حب و بغض برای طرح‌ریزی یک ایرانی بهتر. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگری که در خدمت شما باشم، موفق و سلامت باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل اولیه دارند.